سلام، به برنامه ساعت خبر صدای آمریکا خوش اومدید. من مهتاب وحیدی را هستم. ابتدا سرخط خبرها. افزایش فشارهای حکومتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ژینا. نام مهسا امینی و جنبش زنان ایران نامزد دریافت جایزه اروپایی ساخاروف شد. استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌های جهانی و رسانه‌های آزاد برای صحبت از مواضع خود همزمان با سرکوب روزنامه‌نگاران و مطبوعات در ایران. ول کن دیگه، اصلا نمی‌خوام خبرنگار باشم، چه کاریه؟ ادامه اختلاف‌ها میان غرب و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران. ابراهیم رئیسی از توافق خوب سخن گفت. شرطش اینه که آمریکایی‌ها آماده باشن به تعهدات خودشون عمل بکنن. همزمان آمریکا مذاکره بر سر برجام را منتفی دانست. امروز پنجشنبه 30 شهریور 1402 برابر با 21 سپتامبر 2023 در ساعت 9 شب به وقت ایران با یک ساعت خبر دیگه با شما هستیم، با مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش‌های متنوعی که من و همکارانم براتون آماده کردیم. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا براتون بگیم که در ایران و سایر نقاط جهان چه خبره. برنامه ساعت خبر امروز رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از ایران. در سالگرد کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان معترض در جریان جنبش زن زندگی آزادی، امروز پنجشنبه 30 شهریور هم خانواده‌های کشته شده‌ها از فشارهای امنیتی و لغو مراسم سالگرد عزیزانشون خبر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده بر سر مزار برخی از این کشته شده‌ها فضای شدیداً امنیتی برقراره. افشار سیگارشی گزارش می‌دهد. بله، چهارشنبه 30 شهریور سال گذشته بود که جمهوری اسلامی یکی از خشونت‌بارترین روزهای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران رو رقم زد. بیش از 45 شهروند در اون روز توسط نیروهای حکومتی کشته شدند، از کودکان و نوجوانان گرفته تا سالمندان. حالا با توجه به فرارسیدن سالگرد این کشته شدگان، برخی خانواده همچون خانواده های محمد جواد زاهدی یا عرفان رضایی از چند هفته پیش یا خانواده حتی حنانکی از چند هفته پیش توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند و کماکان هم در بازداشت هستند. از سوی دیگه مزار کشته شدگان شاهد اعزام گسترده نیروهای حکومتی بوده. برخی نیز در روزهای اخیر شدیداً تهدید شدند و نیروهای حکومتی هم به منزل برخی دیگر از خانواده ها حمله کرده. لازم به ذکر که تصاویر و صدایی که در ادامه خواهید دید ممکنه که برای برخی از شما بینندگان ناراحت کننده باشه. تصاویری که خواهید دید از مقابل خانه جواد حیدری و حمله نیروهای حکومتی به ساکنین با گلوله و گاز اشک‌آور که ساعتی پیش فاطمه حیدری خواهر جواد از این حمله خبر داد. گفته میشه که در جریان این یورش اینترنت منطقه رو قطع کردن و بسیار نسبت به وقایعی که بر این خانواده میگذره ابراز نگرانی میکنه. لازم به ذکر که اشاره کنم از دقایقی پیش جمعی از خانواده‌های دادخواه در شبکه توییتر یا ایکس گرد هم اومدن و پیرامون تجربه‌های خود صحبت میکنند. اشاره کنم بر اساس تصاویری که از اسلام آباد غرب در کرمانشاه هم منتشر شده نشون میده که در سالگرد کشته شدن سه تن از کشته شدگان این شهر، نیروهای حکومتی تمام خیابان‌های این شهر رو مسدود کردن و مردم با پای پیاده، در واقع تصاویری که نشون میده، به سمت قبرستان یا آرامستان‌ها در حال حرکت هستن. وضعیت مشابه در روستای بالو از توابع ارومیه بود که تصاویرش رو دیدی که جمهوری اسلامی برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان این منطقه اقدام به اعزام سنگین نیروی نظامی کرده. همزمان با اعزام گسترده نیرو، خانواده ها را هم تهدید کردند که از برگزاری مراسم خودداری کنند. از جمله خانواده محمد رضا اسکندری تهدید شدند که در صورت برگزاری مراسم سالگرد بازداشت خواهند شد. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، هم در پستی در صفحه اینستاگرامش از لغو مراسم سالگرد کشته شدن فرزندش که قرار بود امروز 30
سیوم شهریور برگزار بشه خبر داد و نوشت که با توجه به اینکه بنده نمیخوام به افراد دیگری از عزیزان هموطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف میارن آسیبی وارد شود، برگزاری مراسم رو ناچارن لغو میکنیم. واقعیت این است که ما ملت ایران دست خالی و بدون دفاع نمیتونیم در مقابل زور و ظلم و بیداد حاکم بیستیم. ایشون در ادامه نوشتن اینجا هر جرم و جنایت و رفتار ناهنجاری توجیه می شود غیر از انسانیت و حق‌گویی و اعتراض به ظلم که مجازاتشان مرگ، تجاوز، زندان و سربنیست شدن و بدترین عواقب ممکن است. همچنین اشاره کنم چهارشنبه سیوم شهریور در واقع سیوم شهریور سالگرد کشته شدن حنانه کیاس که پیشترم اشاره کرده بودم پدر، مادر و نامزد او به جرم اینکه عزیزشون رو کشتن 24 روز پیش بازداشت شدن و کماکان هم زندانی هستن. خانواده حسین علی کیا از دیگر کشته شدگان نوشهر نیز از لغو مراسم سالگرد او خبر دادن. در گزارش هم اومده که اداره اطلاعات آمل هم به خانواده و مادر غزاله چلبی گفته که چنانچه به مزار دخترت بری بازداشت میشی. به هر حال بده اشاره بکنم بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان از روز کشته شدن عزیزشون تحت فشار و تهدید بودن. خبرهایی که ما میشنویم و منتشر میکنیم از سوی به هر حال خانواده‌هایی که در این مدت سکوت نکردن یا به هر صورت از طریق شبکه‌های اجتماعی یا راه‌های ارتباطی با فعالین رسانه‌ای به هر سو تونستن صدای خودشون رو به گوش دیگر مردم برسونن. حالا در بخش بعد اگه باز خبر تازه‌ای در این ارتباط باشه با شما در میان خواهم گذاشت. اما همزمان با این سرکوب ها از سوی جمهوری اسلامی، مهسا امینی و جنبش زنان ایران نامزد دریافت جایزه حقوق بشری سال 2023 اتحادیه اروپا موسوم به جایزه ساخاروف شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت رسمی پارلمان اروپا منتشر شده، نام مهسا امینی و زنان ایرانی با پیشنهاد و حمایت سه گروه بزرگ سیاسی پارلمان اروپا در میان فهرست نامزدهای دریافت این جایزه قرار گرفت. جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا از سال 1998 میلادی هر سال به افرادی داده می شود که برای آزادی اندیشه و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند و با هدف گرامی داشت یاد آندری ساخاروف، دانشمند هسته‌ای مخالف اتحاد جماهیر شوروی، جایزه ساخاروف نام گرفته. این جایزه پیشتر در سال 2012 به جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اعطا شده بود. اما همونطور که در گزارش افشار شنیدیم، با فرارسیدن سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن معترضانی که اغلبشون دختران و پسران جوان بودند، فشار حکومت بر خانواده‌های اونها با هدف جلوگیری از برگزاری مراسم یادبودشون افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با رقیه رضایی، خبرنگار و عضو تحریریه ایران وایر در کانادا، که موضوع رو بررسی کنیم. خانم رضایی عزیز سلام، خوش اومدین به برنامه ساعت خبر. در گزارش اومده اعضای خانواده ها رو کتک میزنن، اونها رو بازداشت میکنن، با گلوله و گاز اشکاور به خونه هاشون حمله میکنن، قبر فرزنداشون رو تخریب میکنن. مجموع این فشارها رو شما چطور میبینید؟ سلام به شما و بینندگانتون. ببینید، شاید هیچ کس بهتر از خانم نرگس محمدی نتونسته باشه این رو به قالب در واقع کلمات بریزه، چون در نامه‌ای که چند روز پیش از سالگرد جینا مهسا امینی از زندان اوین به بیرون داد، به این اشاره کرده بود که همه اقدامات حکومت نه از اوج قدرت بلکه از حضیض وحشت و ذلت هست. ببینید، اتفاقی که امروز داره میفته جز در واقع در گنگ های وحشتی که در دنیا وجود داشتن دیده نشده، جز قدار کش ها و لشکر عشقی ها کسی نتونسته چنین کاری رو بکنه، که خب ما داریم میبینیم حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت رسمی که امروز نمایندش رو به سازمان ملل فرستاده، رئیس جمهورش رو به سازمان ملل فرستاده، چنین داره با خانواده هایی که داغدار عزیزانشون هستن، عزیزانی که بدون اینکه گناهی داشته باشن، مرتکب جرمی شده باشن، فقط برای تمرین حق آزادی تجمعشون، آزادی بیانشون در خیابون کشته شدن، با شدیدترین و وحشیانه‌ترین راه‌های ممکن اینطور داره برخورد میکنه. من فکر میکنم که این رفتارها کاملا از روی وحشته.
اینکه در واقع مزار هر یک از این کشته شده ها تبدیل شده و مکانی برای مقاومت خانواده هاشون، مکانی برای مقاومت مردمی که به آرمان انقلاب ژینا پایبند هستن، هنوز پایبند هستن، اینها باعث شده که حکومت چنین کاری رو بکنه. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم این هست که در واقع یکی از روش‌های سرکوب حکومت جمهوری اسلامی همیشه این بوده که از یک گروهی از مردم عبرت بسازه برای بقیه. امروز دارن همون کار رو انجام میدن، در واقع با خانواده‌های کشته شدگان، کسانی که مردم ایران اونها را عزیز می‌شمارن، دارن این چنین رفتار می‌کنن برای اینکه به بقیه بگن که بترسید از روزگاری که ممکنه بر سرتون بیاد. اما با حمایت‌هایی که ما داریم می‌بینیم مردم در شبکه‌های اجتماعی از خانواده های داغدار میکنن، مشخصه که این سناریو چندان جواب نخواهد داد. اتفاقا خانم رضایی میخواستم ازتون بپرسم آیا این فشارها، این سرکوبها، این یورشها راه به جایی میبره؟ برای اینکه همه معتقدن که جامعه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی، بعد از کشته شدن مهسا امینی دچار تحولی شده که بر نمیگرده به شرایط قبل. دقیقاً یک شعاری بود اون روزهای اول روی در واقع در و دیوار خیابون‌های ایران نوشته می‌شد که بعد از مهسا همه چیز به یک مو بنده. واقعاً شرایطی که جامعه ایران داره تجربه می‌کنه بعد از کشته شدن این دختر جوان و کشته شدن بیشتر از 500 نفر دیگه در روزها و ماه‌های بعدش به خوبی نشون میده که وضعیت یک وضعیت انقلابیه. وضعیت بازگشت برای هر دو طرف ماجرا، یعنی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هم برای مردمی که مخالفش هستند. اما اینکه این انقلاب ممکنه که با این پروسه انقلابی، در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، ممکنه که با فشارهای حکومت، با سرکوب، با بازداشت، شکنجه و فشارهایی که داره به تمام شهروندان و به خصوص به خانواده‌های دادخواه میاره به تعویق بیفته یا دچار اختلال بشه، این موضوعی هست که نمیشه منکرش شد. حکومت تا حالا تونسته با سرکوب صدای اعتراض مردم رو در واقع پایین ببره، نه اینکه از بین ببره. ما همین حالا با وجود این همه جو امنیتی شدید، با وجود این بگیر و ببندها، میبینیم که مردم باز هم به نحوی صدای خودشون رو به گوش بقیه مردم ایران و به گوش دنیا میرسونن. بنابراین این روند ادامه داره. حکومت هر چند که بتونه به طور موقت صداها رو آروم بکنه، پایین نگه داره، ولی نخواهد توانست اعتراض به حق مردم رو، تلاششون برای دادخواهی برای عزیزانشون رو برای همیشه در واقع ساکت بکنه. این نظر من هست و فکر میکنم که داریم در واقع نشانه هایی ازش رو در جامعه میبینیم که حتی برای خود حکومت هم غیر قابل انکاره، چون این روند رو دارن ادامه میدن، این سرکوب ها رو دارن ادامه میدن و این وحشتی که شاهدش هستیم ناشی از همون وحشتی هست که در واقع از شکل گیری دوباره اعتراضات دارن و دارن سعی میکنن به این روش به تعویق بیاندازن، دارن به این روش سعی میکنن که چنگ بیاندازن برای یک جایی، به یک جایی برای اینکه یک دو سباهی در واقع بتونن همچنان در قدرت باقی بمونن. تشکر میکنم از شما رقیه رضایی، خبرنگار و عضو تحریریه ایران وایر که از کانادا همراه ما بودید. اما در خبری دیگر، محمد حاجی رسول پور یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بود که در بوکان بازداشت شد و پس از مدتی در 28 آذر 1401 بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان قلی پور جان خود را از دست داد. هیوا حاجی رسول پور، برادر او، در گفتگو اختصاصی با منوشهر پردل همکارم در صدای آمریکا از شکنجه هدفمند معترضان از جمله برادرش توسط ماموران حکومتی گفته. محمد حاجی رسول پور زیر شکنجه بسیار سخت، شکنجه هایی که اصلا تو هیچ جای دنیا نسبت به انسان انجام داده نمیشه، ولی رژیم آخوندی این کارو کرده. نه تنها زیر شکنجه زدن، و حتی اونا از آمپول سمی استفاده کردن، از سرنگ و آمپول سمی، از راه پاشنه پا
به زندونا اونایش که بعد از مدتی که از زندون مرخص میشن و جان سالم متاسفانه به در نمیبرن، این رژیم از این را هم استفاده کرده که مطمئن باشه وقتی اونا به بیمارستان انتقال میشن جان سالم به دست نبرن. این رژیم این کار را هم کرده. محمد حاجی رسولپور بعد از آغاز اعتراضات سراسری ابتدا در 9 مهر ماه 1401 توسط نیروهای حکومتی بازداشت و پس از 16 روز با قرار وثیقه آزاد شد، اما دوباره در 2 آذر ماه در مغازه‌اش در شهر بوکان بازداشت شد. او 20 روز بعد بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه به کما رفت. جزئیات بیشتر را از زبان برادرش بشنویم. به یه نقطه بسیار مهم میخوام از اینجا اشاره کنم، اینم همین است که وقتی که برادرم در زندان بوکان بیهوش میشه، اون موقع زنگ میزنن به خانواده میگن که حال محمد خوب نیست، ولی نمیرن اینو نمیگن که بیهوش رفته، یعنی بیهوش شده، رو براین کارت میذارن و چند تا مأمورم آماده میکنن. وقتی خانوادش میان محمد رو میبینند رو براین کارته که اصلا بیهوش شده، اون افراد خودشون همراهش میکنن تا میرسن به بیمارستان. تا این 5 روزی که سپری میشه افراد رژیم دوروبر ممد کورت اونجا هستن و اونجا رو خلوت نمی کنند که خانواده سر می زنن، دوستا آشناها که میان سر می زنن، ولی افراد رژیم و اطلاعات اون دوروبر رو خلوت نمی کنند. این حقیقتی است که این رژیم از تمام این زندانی ها که تو زندون زیر شکنجه بعدن اونا رو به بیمارستان می فرستن این کارو میکنن. متاسفانه بعد از 5 روز دیگه داداشم نتونست در برابر ضربه هایی که بهش وارد شده که بهش اشاره کردم تحمل نمیاره. متاسفانه بعد از 5 روز موندن تو کما شهید میشه. امروز پنجشنبه 30 شهریور دقیقاً 1 سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشت. 365 روز حبس به دلیل اطلاع رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی. کوروش آلادین نگاهی داره به ماجرای بازداشت نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق. من نیلوفر حامدی هستم، خبرنگار اجتماعی. امروز 1 سال از بازداشت نیلوفر حامدی می‌گذرد. همسرش محمد حسین آجرلو در شبکه ایکس با انتشار عکسی از خود و نیلوفر نوشت 365 روز، 365 شب، 365 شبانه روز. دلیل بازداشت او انتشار خبر کشته شدن دختر جوان سقزی در بازداشت گشت ارشاد بود با این استوری. مادر بزرگش با نوای کردی میخوند و پدرش که تازه از 8 گرد اومده بود میگفت به داد دخترم برسین. خاک بر سر من، خاک بر سر ما، هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد، اما رخت سیاه دیگه پرچم ماست. نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق، صبح روز 30 شهریور در منزلش با یورش نیروهای حکومتی بازداشت شد و از آن روز تا کنون در بازداشت است. چند روز بعد الهه محمدی، دیگر خبرنگاری که در مورد تشییع جنازه مهسا امینی گزارش داده بود، نیز بازداشت شد. اولین جلسه محاکمه نیلوفر حامدی پس از 9 ماه حبس، 9 خرداد 1402 به طور غیر علنی و با حضور وکلای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. پیشتر صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، محاکمه الهی محمدی و نیلوفر حامدی را یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های ایران بعد از دادگاه‌های خلخالی دانسته بود.
بعد از ماها و پس از دومین دادگاه که آن هم غیر علنی برگزار شد و نیلوفر تمام اتهاماتش را رد کرد، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود ادعا کرد که این بازداشت‌ها ارتباطی با گزارش آنها در مورد مهسا امینی ندارد. مختصر، موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشون، حرفه خبرنگاری اونا نداره، نداشته. این اشخاص در مقاطعی همکاری با دولت متخاصم داشتن، متخاصم آمریکا داشتن. در حالی سخنگوی قوه قضاییه بدون هیچ مدرکی از این اتهام سخن میگوید که روز 17 مرداد که در ایران به روز خبرنگار نامگذاری شده، رئیس هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران تهران گفته بیش از 100 روزنامه‌نگار بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدند و از این ایام به نام دوران سیاه روزنامه‌نگاری نام برد. یک سال است او در زندان به سر می‌برد و در این مدت بسیاری از سازمان‌ها و روزنامه‌نگاران از او به عنوان یک خبرنگار با وجدان تقدیر کرده و جوایز بزرگی از جمله آزادی مطبوعات سازمان ملل، جایزه وجدان کار بنیاد نیومن دانشگاه هاروارد به این دو روزنامه‌نگار زندانی داده شده است. مجله تایمز نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در کنار 100 چهره تاثیرگذار سال 2023 معرفی کرد، اما هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است. بر اساس قوانین ایران نمیتوان بیش از یک سال یک متهم را در بازداشت موقت نگه داشت، اما نیلوفر حامدی امروز یک سال است که در بازداشت به سر میبرد. تهش میتونه یکی رو به اینجا برسونه که بگه بابا ول کن دیگه، اصلا نمیخوام خبرنگار باشم، چه کاریه، شغلی که نه پول خوبی داره نه امنیتی داره نه هیچ چیز خاصی برای تو نمیاره. اما بازم فکر کنم غالب جمعیت اینجوری هن که نه ما با میسیم، ما کم نمیاره. کوروش آلادین، صدای آمریکا. در حالی که سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه داره، اظهارات محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لزوم صدور پروانه کار برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران موج شدید انتقادها رو به دنبال داشت. کامبیز نوروزی حقوقدان میگوید صدور پروانه برای خبرنگاران با حق آزادی رسانه مغایرت دارد و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که دولت تعیین کند چه کسی روزنامه‌نگار است. این حقوقدان افسود اینکه در حال حاضر نمایندگان حکومت باید صلاحیت افراد را برای فعالیت رسانه‌ای تایید کنند خود ناقض حق آزادی رسانه است و حالا می‌خواهند این نقض و محدودیت را با صدور چیزی به نام کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران بیشتر کنند. بازداشت و صدور احکام قضایی علیه فعالان رسانه‌ای بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی به طور چشمگیری افزایش یافته. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود که ایران در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. اما ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی ایران، پیش از ترک نیویورک در یک کنفرانس خبری به برخی پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ داد. قابل ذکره که نمایندگان رسانه‌های خبری فارسی زبان خارج از کشور از جمله صدای آمریکا از شرکت در این کنفرانس و طرح سوال محروم بودند. علاوه بر این، مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ به خبرنگاران صدای آمریکا در نیویورک هم خودداری کردند. در این باره گزارش داریم از همکارم کامبیز توانا در نیویورک. ما بنا داشتیم بریم توی همین برنامه خبری که آقای رئیسی داشت، به خاطر اینکه ما هم به حال خبرنگار هستیم میتونیم بریم. معمولا توی برنامه‌های خبری همه ما یک کارت شناسایی داریم که استفاده میکنیم. من اینو گذاشتم اینجا نشون بدم، ما با همین کارت خبری که روش نوشته صدای آمریکا و بخشی از جامعه خبرنگارین رفتیم با تیم همراهمون توی هتل به نام هتل هیلتون میلنیوم توی یو ان پلازا، دقیقاً ساختمان هتل جلوی ساختمان سازمان ملل، و خب معمولاً با تمام نیروی امنیتی اونجاست، کسی جلوی ما رو نمیگیره. ما تلاش کردیم بریم اونجا و راهی پیدا کنیم که بتونیم توی این کنفرانس خبری شرکت کنیم
کنیم، و در حالی که دم در باید هر کسی از مرحله امنیتی رد میشد که بره تو، من دیدم آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توی حوزه هسته‌ای اونجاست، رفتم سلام کردم، معرفی کردم، سعی کردم باش صحبت کنم، ولی دیدم رفتارش ناگهان عوض شد. برای همین سعی کردم اونجا برای اولین بار یه چند تا سوال کوتاه ازش بپرسم، شاید جواب منو بتونه بده. آقای کنی معذرت میخوام، من کامی سوانه هستم، خبرنگار صدای آمریکا. خواستم یه سوال ازتون بپرسم اگر بشه. سوال کوتاه کنی، در مورد وضعیت گروگانه که تو ایران هستن، وضعیت کشته شدگان، بقیه کسایی که هنوز اونجا گیر کردن، آیا میتونید برای توافق هسته‌ای بتونید چیز دیگه بگیرید؟ آقای کنی پایین میدونید برای مردم؟ وقتی که از این در ورودی ما رفتیم داخل ساختمون شدیم، باید همه میرفتن سمت آسانسور که تو هر بخشی که میخوام برم، من متوجه شدم که آقای باقری کنی هم منتظر آسانسور وایستده، در نتیجه فرصت رو سعی کردم مغتنم بشمارم و ببینم بالاخره به یک از سوالای من جواب میده یا نه. خواستم یه سوال بپرسم اجازه، در مورد وزگرگانایی که هنوز تو ایران موندن. آی کنی سوال ازتون میکنم، اتفاقی نمیفته که شما این همه با خبرنگارا صحبت میکنین، آقای رئیس میفرستین با خبرنگارای خارجی صحبت کنن، خب یه سوال به ما جواب بدین، چه اتفاقی میفته؟ آی باقری، آقای باقری شما این اجازه رو دارین که با هر کی میخوای صحبت کنین، چرا اجازه نمیدین ما با شما صحبت کنین؟ مگه ما با چه رسانه خارجی که شما صحبت میکنین چه فرقی داریم؟ تازه ما زبون شما رو میفهمیم، تفاوتش چیه که با ما صحبت نمیکنین؟ آقای باقری بالاخره شما اینجا هستین به نمایندگی دیگه از مردم ایران، ما با بتونیم چند تا سوال ازتون بکنیم، اتفاقی نمیفته که حالا به ما سوال ما جواب بدین. آقای باقری اینجا میدونی که مطبوعات آزاده، من میتونم از شما سوال کنم؟ این سوال ما جواب بدید که اتفاق نمیافته که 29 I'm sorry, I'm with Voice of America, I'm just trying to ask a question. آقای کنی شما اجازه میدین آقای رئیسی با ام بی سی بشینه مصاحبت کنه؟ چطور شما یه مصاحبه یه جواب به ما نمیخواییم بدین بابت این همه مذاکره، بابت این همه پول که گرفتین، بابت توافقایی که قراره انجام بدین؟ حداقل بگین که توافق هسته‌ای دوم در راه، اینجا جی سی پی آی 2.2 هر چی بهش میگن. از شما نمیپرسه اینجا اصولا تو ایران چه خبره، مردم ایران چی میگن، دخترایی که کور شدن، کسایی که چششون از دست دادن، کسی از شما نپرسید مثلا هم بیارو کجا بردین احیانا؟ آی واقعی سوال جواب بدید، من که کاری با شما ندارم که. کجا میارم؟ من اجازه دارم بیتو برج برم، برای من کسی برای من دیگه تعیین تکلیف نمی کنه اینجا. خب همونطور که در گزارش کامبیز هم شنیدیم و دیدیم، مقام‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌های آزاد جهانی برای حرف زدن و تکرار پروپاگانداهای خودشون استفاده می‌کنن، اما در داخل ایران روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با سانسور و سرکوب مواجهند. در همین رابطه دو روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخونه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران خبر داد، و امروز هم همونطور که شنیدیم پیشتر سالگرد بازداشت نیلوفر حامدی، خبرنگاری که مرگ مهسا امینی رو رسانه‌ای کرد. برای مروری بر وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران همراه هستیم با سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار در اسپانیا. خانم ایکتر سلام، خوش اومدین به برنامه ساعت خبر. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد هدف صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران رو ساماندهی اصحاب رسانه و مقابله با انتشار اخبار جعلی عنوان کرده. نظر شما چیه؟ به نظرتون چه هدفی رو دنبال می‌کنه این اقدام؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته موفق شده که بخش عمده ای از گروه‌های مرجع رو در کشور بی اعتبار بکنه. روزنامه نگاران جزو آخرین گروه‌هایی هستند که هنوز موفق هستند که زیر فشارهای فراوان با کمک به جریان آزاد اطلاعات، آخرین نفس‌های جامعه مدنی و صدایی باشند از آنچه که مردم در داخل ایران میخوان برای زندگی شد. من فکر میکنم که اقدام اخیر وزارت ارشاد برای صدور مجوز و پروانه برای خبرنگاران جز قدم‌هاییه که این نظام داره برمی‌داره برای هرچه بیشتر کنترل کردن این آخرین مفری که باقی مونده، و در صورتی که موفق بشه که این کار رو بکنه، ما باید با جریان آزاد هرچند قطره چکانی اطلاعات در ایران خداحافظی کنیم. بله خانم اکتر، 44 ساله که رسانه ها با سانسور و سرکوب مواجهن، روزنامه نگاران بازداشت میشن، احضار میشن، تهدید میشن در رابطه با فعالیت اطلاع رسانیشون، اما به نظرتون در تمام این 14 سیاست های جمهوری اسلامی موفق بوده و تونسته جلوی گردش آزاد اطلاعات رو بگیره؟ ببینید، جمهوری اسلامی تلاش کرده و نمیشه این رو انکار کرد که روز به روز داره فشار بیشتری میاره، سختگیری بیشتری میکنه. حتی برای اعمال این فشار و سختگیری قوانین غیر انسانی و بدوی خودش رو هم نقض میکنه، دقیقا مثل اتفاقی که در پرونده نیلوفر و الهه افتاده. اما نه، موفق نشده و احتمالاً در آینده هم احتمال موفق شدنش کمتره. اون هم به دلیل نفوذ شبکه‌های اجتماعی در ایرانه که الان دیگه هر کسی میتونه به عنوان یک شهروند خبرنگار در زمینه گردش آزاد اطلاعات نقش ایفا بکنه. هرچند که متاسفانه نباید این رو انکار کرد که آنچه که در یک روزنامه رسمی، در یک خبرگزاری رسمی، در یک رسانه رسمی به صورت کلی در یک کشور منتشر میشه، از وجاهت بیشتری برخورداره به نسبت اونچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. و دقیقاً دلیل فشاری که این روزها جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران میاره، به وجود اینکه تیراژ روزنامه‌ها شاید خیلی به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده باشه، دقیقاً به همین دلیله که میخوان جلوگیری بکنن از انتشار آنچه که خبر راست هست در رسانه‌های داخل کشور. خانم اکتر، مقام های جمهوری اسلامی در سفرشون به نیویورک و سایر نقاط جهان با رسانه های آزاد صحبت می کنن و از تریبون های جهانی استفاده می کنن برای اینکه مواضع خودشون رو بیان کنن. اما دیدید احتمالاً در گزارش همکارم کامبیز توانا که حاضر نشدن با رسانه ما با صدای آمریکا صحبت بکنن، کلن با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هیچ مصاحبه ای انجام نمیدن و از طرفی در داخل ایران هم انقدر سرکوب میکنن جریان آزاد اطلاع رسانی رو. شما این رفتارهای دوگانه رو چطوری میبینید؟ اجازه بدید من به فرمایشات شما یک نکته اضافه بکنم. عموماً مقامات سیاسی در ایران، چهره‌های به خصوص شاخص‌تر، با رسانه‌های داخل کشور هم مصاحبه نمی‌کنند. تفاوت وجود داره بین مصاحبه و این کنفرانس‌های خبری از قبل چیده شده، سوال‌ها تایید شده ای که هر از گاهی برگزار میشه. مقامات جمهوری اسلامی تمایلی به این که مقابل دوربین یک رسانه فارسی زبان بیستند و به چالش کشیده بشن رو ندارن. بله، همسر رئیس جمهور فعلی ایران میتونه در مصاحبه با یک رسانه خارجی ادعایی در این حد عجب غریب رو مطرح بکنه که زنان ایرانی هرگز مجبور نشدن برای حقوقشون مبارزه کنن، چرا که مردان ایرانی با کمال میل این حقوق رو در اختیارشون میذارن. اما این ادعا هرگز ممکن نیست که در مقابل یک رسانه فارسی زبان، چه داخل و چه خارج ایران، مطرح بشه و صرف خبرنگار به چالش کشیده نشه. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که حاضر نیستن به هیچ قیمتی با رسانه‌های فارسی زبان مصاحبه بکنند همینه که در مقابل طرح یک همچین ادعاهای غیر قابل باوری نمیخوام به چالش کشیده بشن و این تصور اشتباه رو دارن که برن و روایت آلترناتیوی رو مطرح بکنن و رسانه‌های غیر فارسی زبان رو به چالش بکشن یا برای افکار عمومی دنیا سوال ایجاد بکنن، در شرایطی که میدونن که به خصوص بعد از اعتراضات یک ساله اخیر تو خیلی از حوزه‌ها به خصوص حوزه زنان تکلیف مردم و نظام مشخصه. دیگه جایی برای طرح روایت متفاوتی یا طرح کردن همچین ادعاهایی وجود نداره.
تشکر میکنم از شما. سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار در اسپانیا. بیننده ساعت خبر صدای آمریکا هستید و در ادامه برنامه، نشست شماری از زنان موفق ایرانی ساکن آمریکا با حضور یاسمین پهلوی در شهر لس آنجلس. به این نشست در لس آنجلس میرسیم، اما قبلش شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی تغییری نکرده و مؤکداً خواستار اونه که حکومت ایران مانند یک کشور مسئول در سطح منطقه و جامعه جهانی رفتار کنه، امری که تاکنون محقق نشده. جان کربی این سخنان رو در کنفرانس خبری تلفنی روز چهارشنبه و در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا داد در مورد پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل درباره حمایت از معترضان ایرانی در دیدارش با جو بایدن. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد پولادی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای به بهترین وجه با حمایت از ایرانیانی حاصل می‌شود که از رژیم تنفر دارند. در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر در رویکرد دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایجاد شده است، گفت آمریکا به دنبال تغییر رفتار مقامات جمهوری اسلامی است. تغییر در موضع ما در مورد ایران وجود ندارد. ما سیاست خود را در قبال ایران تغییر نمی دهیم. تهران در حال حاضر هنوز فرصت های پیش رو دارد تا مانند یک دولت مسئول عمل کنند در منطقه و فراتر از آن، ولی هر گامی که برمی دارد در جهت رد این خواسته جهانی است و بنابراین من هیچ تغییری در سیاست ما در قبال ایران نمی بینم. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جو بایدن برای حصول اطمینان از اینکه ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست پیدا نکند، یک پیشنهاد سه بخشی ارائه داد که شامل تهدید نظامی معتبر، تحریم‌های فلج کننده و حمایت از مردان و زنان شجاع ایران بود که به گفته آقای نتانیاهو از رژیم تنفر دارند و شرکای واقعی برای آینده بهتر هستند. سوال دیگری که در ادامه از این مقام ارشد رسانه شورای امنیت ملی کاخ سفید در رابطه با ایران مطرح شد این بود که آیا از نظر او عادی سازی روابط تهران ریاض و آزاد کردن زندانیان آمریکایی نشانه هایی از کاهش فعالیت های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه است؟ آقای کربی سیاست های جمهوری اسلامی را ملغمه ای از رفتارهای مختلف توصیف کرد. اگر بخواهم صادقانه بگویم، سیاست های ایران متفاوت و گاه متضاد است. منظورم این است که ما قطعا شاهد کاهش قابل توجهی در حمله به نیروهایمان در عراق و سوریه بوده ایم و فکر می کنیم که این موضوع ارتباط زیادی با واکنش قوی به دو حمله ای است که ماها پیش اتفاق افتاد. یعنی دو حمله ما به تأسیسات مرتبط با سپاه که اثر بازدارنده داشته است. از سوی دیگر آنها همچنان به اقدامات ایذایی علیه کشیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه می‌دهند. آنها با ارائه پهپاد به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین ادامه می‌دهند و اکنون در حال ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه هستند. آنها به پیشرفت برنامه موشک‌های بالستیک ادامه می‌دهند و بله، آنها همچنان از شبکه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. من می‌خواهم تأکید کنم که این مذاکره برای بازگرداندن آمریکایی‌ها به خانه ربطی به رفتارهای دیگر ایران نداشت. قرار نبود مسیری برای نزدیک شدن به ایران باشد. کربی در ادامه به خبرهای مربوط به کاهش میزان سرعت انباشت ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا نیز اشاره کرد و گفت اگر این گزارشات صحیح باشند برای همه خوب است. بدیهی است که ما هنوز مسیر دیپلماتیک را برای جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای ترجیح می‌دهیم، اما این گفتگوها در حال حاضر متوقف شده است، زیرا ایرانی‌ها در مذاکرات خواسته‌هایی داشتند که هیچ ارتباطی با خود توافق نداشت و ما هیچ نشانه از آمادگی آنها برای انجام این کار در هر زمان در آینده نزدیک را نمی‌بینیم. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائلی بود که نه تنها در کنفرانس خبری ابراهیم رئیسی که در تمام بحث‌های مرتبط با ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و حالا خبر رسیده که عربستان سعودی هم می‌خواد به کشورهای دارای توانایی هسته‌ای بپیونده. ارتباط مستقیم داریم با همکارم گیتا آریان در مقابل سازمان ملل در نیویورک. گیتا، ابراهیم رئیسی درباره مسئله هسته‌ای و مذاکرات مرتبط با اون چی گفت؟ ازش مهتاب در رابطه با این تصمیم جدید جمهوری اسلامی که یه سری بازرس ها رو راه نده دیگه سوال شد که گفت جمهوری اسلامی مشکلی با بازرسی نداره، اما گفت بعضی از اونها قابل اعتماد نیستن، کارشناس هایی که در سطح دنیا در واقع اعتبار دارن. از اون طرف من سه شنبه بود که از رافائل گروسی مدیر کل آژانس که پرسیدم آیا تونسته هنوز تا یه مدت با هیئت ایرانی صحبت بکنه در اون رابطه که گفت نه. اما صحبت از گروسی شد. چهارشنبه ابرام پیلین معاون نماینده آمریکا در امور ایران با گروسی جلسه ای داشت و بعداً در فضای مجازی اکس یا همون توییتر سابق نوشت که انتظار همکاری از جمهوری اسلامی با آژانس داره و اینکه این تصمیم اخیرش رو پس بگیره. یک سوال دیگه ای که از رئیسی شد توی این کنفرانس خبری این بود که در رابطه با این بود که آیا ممکنه توافقی در جریان باشه در آینده، که گفت اگر آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه میتونن به یه توافق خوب برسن. اما در مصاحبه‌ای که من چهارشنبه با پیلی داشتم او گفتش که نه، اصلا دولت آمریکا فعلا فکر مذاکره برای یک توافق کامل جامع بلند مدت نیست. در این بین دیدیم که قطر هم با مقامات جمهوری اسلامی هم با آمریکا در تماس بوده، جلساتی داشته طی این چند روزه و گفته میشه که میخواد زمینه رو فراهم بکنه که اینها اون تفاهمی رو که داشتن برای کاهش تنش به خصوص در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اون زمینه رو فراهم بکنه. و دیگه اینکه از رئیسی در رابطه با گروگان‌ها که سوال شد، رئیسی به کلمه گروگان اعتراض کرد و اون پنج نفر رو مجرم خطاب کرد. و بالاخره اینکه روزنامه وال استریت ژورنال هم مهتاب نوشته که در همون توافقی که برای آزادی گروگان‌ها انجام شد یا تفاهم بین دو طرف قرار شده که جمهوری اسلامی دیگه به نفتکش‌های خارجی تو خلیج فارس و اون منطقه حمله نکنه، در مقابلش آمریکا هم نفتکش‌هایی که حامل نفت جمهوری اسلامی هستن ضبط نکنه. بله. گیتا، سال هاست که برنامه هسته‌ای ایران در کانون توجه سیاست خارجی اسرائیل، اما حالا عربستان هم به اون پیوسته. برام بیشتر میگی که جریان چیه؟ حتما. خب همیشه تجزیه و تحلیل دیده بودیم یا نظراتی بدون استناد به فرد مشخصی دیده بودیم تو رسانه ها که عربستان هم خب طبیعتا مخالف این مسئله است، مخالف اینه که جمهوری اسلامی تسلیحات اتمی داشته باشه و ممکنه خودش هم به اون سمت بره. حالا دیگه دیروز از زبان ولیعهد عربستان در مصاحبه با شبکه خبری فاکس این رو شنیدیم. اگر آنها به سلاح اتمی دست پیدا کنند ما هم باید این کار را بکنیم به خاطر دلایل امنیتی و توازن قدرت در خاورمیانه، اما ما نمی‌خواهیم چنین کاری بکنیم. اما خود عربستان سعودی یکی از شروطش داشتن برنامه اتمی هست در ازای اینکه با اسرائیل روابط دیپلماتیکش رو برقرار بکنه. اسرائیل که سالهاست مخالف این قضیه بوده، فعلا گفته نتانیاهو به کارمندانش، به دستیارانش گفته که با آمریکا وارد صحبت بشن در این مورد، ولی به شدت مخالفه. حالا احتمال داره که اگر عربستان تولید غنی‌سازی بخواد، غنی‌سازی اورانیوم بخواد، آمریکا شاید بیاد اون کار رو در عربستان انجام بده. مهتا، تشکر میکنم ازت. گیتا، همکارم گیتا آریان از مقابل سازمان ملل در نیویورک.
خب همونطور که گیتا هم گفت، دیدارها و رایزنی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای غربی در نیویورک در مورد برجام در جریانه، اما دولت بایدن اعلام کرده که فعلا مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای منتفیه. همزمان روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل با همکاری و مدیریت دولت آمریکا در حال کار بر روی پروژه راه اندازی برنامه هسته‌ای در عربستان. برای بررسی بیشتر این خبرها همراه هستیم با شهرام خلدی، استاد روابط بین الملل و تاریخ خاورمیانه در کانادا. آقای خلدی عزیز سلام، خوش اومدین به برنامه. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با خبرنگار ما گفته که دولت بایدن فعلا به مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای فکر نمی‌کنه، اما ابراهیم رئیسی به طور تلویحی برای توافق با آمریکا اعلام آمادگی کرده، به شرط البته اونطور که گفته لغو تحریم‌ها. این وسط قطر هم داره میانجیگری میکنه، اما به نظر میرسه گره پرونده هسته‌ای ایران به این راحتی ها باز نمیشه. تحلیل شما چیه؟ خدمتتون درود میفرستم خانم وحیدی گرامی و همه بینندگان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که ببینید، به نظر میرسه که حداقل از زمانی که پرزیدنت ترامپ از برجام خارج شدند و جنگ در یمن بالا گرفت و به نوعی میشه گفت که امارات متحده عربی و عربستان سعودی حاضر نشدند که دست به هیچ مصالحه‌ای علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اون منطقه بزنند، ما وارد یک در واقع یک رفتار جدیدی از سوی بازیگران اصلی قدرت در منطقه شدیم. به این معنی که اسرائیل بیشتر موفق شد برای اینکه پیمان ابراهیم رو پیش ببره، و من این رو با ضرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم که بدون حمایت تلویحی عربستان سعودی پیمان ابراهیم موفق نمی‌شد. این حرکت به سوی به وجود آمدن پیمان ابراهیم جمهوری اسلامی رو در یک موقعیت به نظر من آچمز قرار داد که ناچار شدش که در یک حوزه های عقب نشینی بکنه و در یک حوزه هایی سعی بکنه که باجگیری بکنه. در نهایت قضیه شاید کلید این که هر توافقی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در واقع زده بشه در این هست که چه نوع توافقی میان عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده، برای اینکه ایالات متحده هم یک نقش بسزایی در این میان بازی خواهد کرد، در واقع بهش رسیده بشه و این سرنوشت جمهوری اسلامی رو در منطقه رقم خواهد زد نهایتا. آقای خلدی، اسرائیل در رابطه با همون پیمان اسرائیل و پیمان ابراهیم و بهبود روابطش با عربستان به گزارش وال استریت جورنال حمایت کرده از برخورداری عربستان از یک برنامه هسته‌ای و گفته این میتونه بخشی از روند برقراری صلح میان دو کشور باشه. علت حمایت اسرائیل چیه؟ چون اسرائیل به طور سنتی مخالف بوده همیشه با اینکه کشوری در خاورمیانه به فناوری هسته‌ای دست پیدا کنه. تقابل بیشتر اسرائیل با ایران علتشه؟ بله، و خیلی خوشبختم که شما این موضوع رو مطرح فرمودید. ببینید، مسئله فقط غنی‌سازی نیست. اونچه که اسرائیلی‌ها بهش احتیاج دارن تضمین وضعیت موجودی هستش که به صورت دو قطبی در فلسطین وجود داره، میان حماسی که غزه رو در اختیار داره و در واقع نیروی همین حکومت خودگردان فلسطینی که تحت ریاست فتح هست. نگرانی اسرائیلی‌ها این هست که اگر محمود عباس بمیره، حماس با توجه به طرفدارانی که در کرانه غربی رود اردن داره، اون در واقع حکومت خودگردان فلسطینی رو به دست بگیره. بنابراین شاید اسرائیلی‌ها دارن از این مسئله غنی‌سازی به عنوان یک در واقع برگ برنده‌ای ازش استفاده می‌کنن که اگر تحت نظارت اونها و با همکاری اونها و امریکا این انجام بشه، در واقع حماس با حمایت عربستان سعودی حذف بشه از در واقع ترتیباتی که در فلسطین وجود داره. پرسش که وجود داره این هست، چه جور غنی‌سازی؟ برای اینکه اگر این غنی‌سازی باشه که لزوماً ازش نشه با آسونی مهمات هسته‌ای برای یک کلاهک اتمی یا یک بمب اتمی تهیه کرد، که به نظر من این احتمالش خیلی بیشتر هست، یک در واقع نیروگاهی مثل نیروگاه آب سبک که در امارات متحده عربی وجود داره ایجاد
ایجاد بشه، در اون صورت احتمالش خیلی بیشتره. ولی این احتمال هم وجود داره که اسرائیلی ها بخوان اون استیل یا سبک نیروگاه اتمی رو که با فرانسوی ها برای خودشون درست کردن به عربستان سعودی بدن، که اگر اینجور باشه رابطه اسرائیل و عربستان سعودی رو از همه بیشتر به هم نزدیک میکنه، حتی از این رابطه‌ای که امارات متحده عربی و بحرین و مراکش و اردن با اسرائیل داره. آقای خلدی، اسرائیل به طور مشخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدارهایی که داشته با مقامات آمریکا در نیویورک از لزوم اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی گفته و داشتن گزینه نظامی جدی. چقدر موضع اسرائیل تعیین کننده است؟ اساساً نقش اسرائیل و عربستان رو در حل مناقشه هسته‌ای ایران چطور می‌بینید؟ خیلی خوشبختم که این پرسش رو این گونه مطرح کردید. خیلی ازتون ممنونم. ببینید، اتفاقی که افتاده این هست. اسرائیل از وضعیتی که در فلسطین، عربستان سعودی و رفتاری که جمهوری اسلامی از خودش نشون میده، داره استفاده میکنه که از امریکا بیشترین تضمین ها رو از نظر امنیتی بگیره و در این میون امریکا ناچاره که عربستان سعودی و اسرائیل رو به هم دیگه نزدیک بکنه که این اتفاق بیفته. از طرفی عربستان سعودی داره از رفتار جمهوری اسلامی، وضعیتی که در فلسطین وجود داره و رفتاری که اسرائیل نشون میده، استفاده میکنه برای اینکه به ایالات متحده فشار بیاره که بیشترین امتیاز رو بگیره. پس همونجوری که میبینید، ما امریکایی‌ها در واقع در یک مثلث برمودای روابط بین‌الملل بین ایران، عربستان سعودی و اسرائیل گیر کردن و بقیده من تنها بازیگرانی که در منطقه امریکایی‌ها به راستی میتونن روشون تکیه بکنن در شرایط فعلی عربستان سعودی و اسرائیل هست، برای اینکه بیشترین فشار رو به جمهوری اسلامی بیارن که دست از این غنی‌سازیش برداره و شاید رفتار قابل پیش‌بینی تری در پیش بگیره. تشکر میکنم از شما، شهرام خلدی، استاد روابط بین‌الملل در کانادا. و در کانادا تعدادی از ایرانیان ساکن این کشور همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل پارلمان کانادا در اتاوا تجمع اعتراضی برگزار کردند. اخراج وابستگان جمهوری اسلامی و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور از خواسته‌های معترضان بود. همراه هستیم با بهرنگ رهبری از مقابل پارلمان کانادا. بهرنگ، برامون میگی از جزئیات این تجمع؟ بله مهتاب، همونطوری که اشاره کردی، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی تعدادی از ایرانیان مقابل پارلمان این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند با قرار دادن عکس‌های مختلفی از کشته شدگان خیزش سراسری در ایران و همینطور خب این خواسته قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی دیگه چیزی که در تمام تظاهرات‌های ایرانیان در کانادا داره تکرار میشه. البته این تمام برنامه‌ای نیست که امروز در اتاوا برگزار شده. من در کنار خودم آقای کاوه شهروز رو دارم. آقای شهروز، مرسی که وقت خودتون رو به ما دادید. یک مقدار جلوتر لطفاً برامون بگین، شما امروز جلسات متعددی داشتین با نمایندگان مختلف، یه مقدار در مورد این جزئیات این جلسات به ما بگید. بله، امروز چند گروه مختلف فعالین مدنی در کانادا، امروز روز زادروز مهسا جینا امینیه و ما اومدیم کانادا، حدود 30 تا 40 تا ما جلسه داریم با نمایندگان مجلس و سناتورهای کانادا از 3 حزب اصلی کانادا و باشون جلسه داریم، داریم باشون صحبت میکنیم و بهشون میگیم که ما خواسته جامعه ایرانی کانادایی چیه و ما چیکار باید بکنن که از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت بکنن. بله، ممنون از شما آقای شهروز که وقت خودتون رو به ما دادید. من تا باید اشاره بکنم، بحث پناهنده ها، بحث قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، بحث اخراج وابستگان جمهوری اسلامی و تأثیری که برخی از در واقع کسانی که به جمهوری اسلامی وابسته هستند در انتخابات کانادا و همینطور خواسته های خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی یکی از موضوعاتی بوده که امروز در پارلمان کانادا در جلساتی که با نمایندگان مختلف داشتن مطرح کردن و اکنون هم این تجمع پشت سر من تا ساعتی دیگر ادامه خواهد داشت. مهتاب، تشکر میکنم ازت. بهرنگ رهبری، خبرنگار مقابل پارلمان کانادا.
و اما دیروز چهارشنبه کنفرانس زنان ایرانی آمریکایی با حضور مهمانان و سخنرانان مختلفی از جمله یاسمین پهلوی در شهر لس آنجلس برگزار شد. همکارم امیر گیتی گزارشی داره از این کنفرانس که با هم می‌بینیم. ایران، our motherland, our heart beats for you. Your freedom. در محل برگزاری کنفرانس زنان ایرانی آمریکایی هستم. معمولا در طول سال در شهر لس آنجلس این کنفرانس ها با موضوعات مختلف برگزار میشه. این بار تمرکز این کنفرانس بر مشکلاتی که بر زنان بوده، چه در ایران چه در خارج از ایران، و بعد شجاعت زنان در بیان اون مشکلات و ساختن اونها به عنوان فرصت هایی برای رسیدن به موفقیت هاشون در زندگی خودشون هستش. And I didn't know he's coming for me. Maybe for my sister. به دلیل اینکه دعوتی که برای من کردن از من داشتن برای اینه که از تجربیات خود مثلا بگیم چی کار میتونیم بکنیم که برای یک زندگی سالم داشته باشیم، یک زندگی خوب داشته باشیم و در برابر مشکلاتی که داشتیم چطوری مقاومت کنیم و چجوری استادگی کنیم، که خیلی کنفرانس عالی بود. منم داستان سرگذشت سختی که داشتم بیان کردم و گویا دوستا دوست داشتن و آموختن از زندگی. ما باید از زندگی یک و یک بیاموزیم. امیر احمدی and Shams, all of whom have played a significant role in Iran's history. کنفرانس های ما بیشتر موقع ها فقط برای این هستش که خانم ها بدونن یک جایی هست که بتونن بیان و صداشون رو همه بتونن بفهمن. کنفرانس های ما برای این هستش که تمام خانم ها بتونن واقعا یک صدایی داشته باشن برای دنیا. Live weekly debate show, which is Iran's first all-female talk show. And she has created documentaries, including one on the life of the late Shah of Iran. این یک کانون برای وانووان هست. امسال دعوت داشتن، چند نفر از تمام دنیا تشریف آورده بودن، با همون صحبت کردن راجع به قدرتمند بودن بانووان، مخصوصا بانووان ایرانی در دنیا، و اینکه چه جوری میتونن اون قدرتشون و اون انرژیشون رو به ما نشون بدن و ما بتونیم از اونها یاد بگیریم، بتونیم قدرتمندتر بشیم و با هم دیگه بتونیم بهتر باشیم. Mr. Joe Alexander, who survived the Holocaust, the ultimate atrocity. Mr. Alexander is a great example of resilience and resistance. میخوایم به همه زنای ایران بگیم که صداشون شنیده میشه. اینجا دوست دارن، اینجا خانوما هستن که پشتشون هستن و واقعا ما میخوایم که اونا نجات پیدا کنن، آزادیشون رو به دست بیارن دوباره و یه ایران آزاد دوباره باشه که بتونیم برگردیم برای بچه هامون، برای نوه هامون. My name is Azadeh Bulu-Rahbari. I'm a licensed clinician for the past 30 years. And one of my specialties has been helping clients work through and find relief from the traumatic experiences through different modalities of therapies. So we're not allowed to, but I try not to feel too tired because our fight has to continue until we reach the victory that these young people and our countrymen deserve. سخنران مختلفی که در این کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداختند، تجربیات شخصی خودشون رو در مواجهه با مشکلات مختلف با دیگران به اشتراک گذاشتند. دقیقاً هدف از برگزاری چنین کنفرانس هایی اونگونه که برگزار کنندگانش میگن همین هست: مواجهه شجاعانه با مشکلات. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس. امروز 30 شهریور 1402 سالگرد یکی از خونبارترین روزهای اعتراضهای سراسری در ایرانه. دست کم 45 شهروند در روز 30 شهریور 1401 توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. با هم نام و تصاویر بعضی از این افراد رو ببینیم.
تصاویر بعضی از کشته شده های سیوم شهریور 1401 بخش پایانی ساعت خبر امروز بود. وعده ما فردا ساعت 9 شب به وقت ایران همینجا در صدای آمریکا. اخبار بیشتر رو روی وبسایت ما به نشانی voanewsfarsi.com پیگیری کنید و حتما صدای آمریکا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. صدای آمریکاست.